دوستان عزیزم سلام، خوش اومدین به بوگن شماره 23 مون. بدون هیچ مقدمه ای راست میریم سراغ سوال ها. سوال شماره 1 هست: Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ چه رفتاری نمونه است برای نمونه یا مثال زدنی برای vorausschauendes Fahren؟ گفتیم رانندگیه که از قبل پیش بینی میکنیم که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. من نگاهمو به خیابون محدود میکنم تا جایی که بشه به ماشینی که جلوی منه. Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. Man sei mir konam, ke tasmimat baraye kasani ke tue khiabon hastan o ta jayi ke beshe sari hats bezanam. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. من حداقل امکان سریع روی تغییرات احتمالی که توی خیابون به وجود میاد عکس العمل نشون میدم. که جوابهای درست 100% هم میدونین خودتون گزینه 2 و 3 هستن. که ما بشخنکن هیچ وقت قرار شد توی رانندگی، بشخنکن یعنی محدود کردن، هیچ وقت این کارو انجام نمیدیم. سوال شماره 2: Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich? یک شخصی توی صندلی چرخدار بعد از اینکه از خیابون گذشت، nach dem Überqueren der Straße، بعد از گذشتن از خیابون، نمیتونه که از این سنگ کنار پیاده رو بالا بره. Wie verhalten Sie sich? شما چه رفتاری انجام میدین؟ شما چی کار میکنین؟ Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein. من توقف میکنم و 4 تا چراغ خطرمو میزنم. Ich hupe und fahre um die Person herum. من بوق میزنم و یک دور گرد میگیرم و از این شخص میگذرم. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. من پیاده میشم و به شخصی که توی صندلی چرخ داره کمک میکنم. که جوابهای درست هستن گزینه 1 و 3. سوال شماره 3: Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen? شما میخواین به سمت راست بپیچین. برای چه چیزی باید آمادگی داشته باشین؟ Der LKW wird anhalten. اینی که کامیون نگه داره. Nach dem Abbiegen des LKWs könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen. بعد از اینکه اتوبوس رد شد، یعنی پیچید و رد شد، اتوبوس نه ببخشید کامیون پیچید و رد شد، میتونن آبرین پیاده از اون پشت که الان ما دید نداریم بهش بیان و بخوان از خیابون رد شن. Der Fußgänger könnte den LKW vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren. این عابر پیاده امکانش هست که بذاره کامیون رد شه ولی قبل از ما توی خیابون بیاد، که همه این مسائل امکان پیش اومدنشون مسلماً هست. سوال شماره 4: Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen؟ شما چه جاهایی باید با یخزدگی جاده بیشتر حساب کنین از جای دیگه؟ Auf Brücken, روی پل‌ها، auf stark befahrene Strecken،
توی مسیرهایی که خیلی زیاد رفت و آمد هست، یعنی خیلی ماشین میره و میاد. Auf Strecken, die durch Wald führen. توی مسیرهایی که از وسط جنگل رد میشن. که مسلماً روی پلها و وسط جنگل احتمالش خیلی زیاده. سوال شماره 5. Warum kann überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? دیگه فکر کنم جز سوالاییه که شما الان حفظ شده باشین. این سوال رو سعی کنین که قبل از اینکه من ترجمهش رو بگم کوتاه استوب کنین ویدیو رو و خودتون حدس بزنین که این چه سوالیه و جواباش چی میشه. من شروع میکنم ترجمه رو. چرا سبقت گرفتن حتی توی خیابون‌هایی که دید خوبی روشون داریم و صاف هستن میتونه خطرناک باشه؟ Weil der Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen. برای اینکه ماشینایی که از مقابل ما میان خیلی آرومتر از چیزی میرن که ما حدس میزنیم. Weil der Überholweg länger ist als angenommen. چون راه سبقتمون طولانی تر از چیزیه که فکر میکنیم. Weil der Gegenverkehr schneller fährt als angenommen. برای اینکه طرف مقابل ما ماشین های طرف مقابلمون سریع تر میرن از چیزی که ما فکر میکنیم. که گزینه های 2 و 3 جواب های درستمون هستن. سوال شماره 6. Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausragendem Anbaugerät überholen. Was ist zu beachten? شما میخواین از یک ماشین کشاورزی که پشت سرش یک دستگاهی رو داره، یک دستگاهی وصل کرده و با خودش میکشه، سبقت بگیرین. به چه چیزی باید توجه کنین؟ Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind. چراغ‌های پشتی میتونن شدیداً کثیف باشن یا پوشیده شده باشن به طوری که ما راهنمایی که ماشین میزنه نبینیم. Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken. موقع پیچیدن اون دستگاهی که وصل به ماشین میتونه از مسیرش خارج بشه. Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden. ماشین های توک ماشین این وقت ماشین هایی هن که چند تا به هم وصلن حداقل دوتا به خاطر سرعت پایینشون بدون خطر میشه ازشون سبقت گرفت که گزینه های 1 و 2 گزینه های درستمون هستن. سال شماره 7 یک ویدیوه که با هم میبینیم. دست انداز و ماشین پشتمون داره هی سریع تر میشه. اوکی. ببینیم سوالا چی میگن. سگو که دیگه اومدیم وسط. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? رفتار درست الان چیه؟ Ich weiche nach rechts aus. Weiche nach rechts aus. Man be samt rast dastamo midam. Ich weiche nach links aus. Man dastamo be samt chap midam. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Man farmuno muhkam va saf migiram. Ke gozine 3 doroste. سوال شماره 8. Was kann die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? چه چیزی میتونه توانایی رانندگی شما رو شبیه
الکل تحت تاثیر قرار بده. مدیکامنته، داروها، افرشونگسگترنکه، نوشیدنی های افرشونگسگترنکه مثل کولا، پپسی، آب میوه این چیزا هستن. دروگن که مواد مخدر میشه و جواب های درست داروها هستن و مواد مخدر. سوال شماره 9. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie überholt werden? شما باید رفتارتون چطوری باشه اگر که ازتون سبقت گرفته میشه؟ Geschwindigkeit erhöhen. سرعت رو بالا ببریم. Geschwindigkeit nicht erhöhen. سرعت رو بالا نبریم. Möglichst weit rechts fahren. تا جایی که بشه سمت راست خطمون حرکت کنیم. که وقتی ازمون سبقت میگیرن سرعتمون رو نباید بالا ببریم و دستمون رو بدیم به سمت راست. سوال شماره 10. دقت فرغم مشته گراد آس فرغم. وی ففرغم سی هیر ریختیش. دوچرخه سوار میخواد مستقیم بره. شما رفتار درستتون چی هست؟ Ich überhole den Radfahrer. Man als دوچرخه سوار سبقت میگیرم. Ich bleibe hinter dem Radfahrer. Man پشت دوچرخه سوار میمونم. که باز این سوالم تکراریه. در از تمام سوالها تو الان تکراری بودن. Ich bleibe hinter dem Radfahrer. ما پشت دوچرخه سوار میمونیم. سوال شماره 11. Wo dürfen Sie in Fahrtrichtung links parken? شما کجاها اجازه دارین که توی مسیر خودتون، یعنی توی همین مسیری که میرین، سمت چپ پارک کنین؟ چون میدونیم که توی هر خیابونی که شما دارین توی هر مسیری که میرین فقط سمت راستش اجازه دارین پارک کنین. کجا میتونین سمت چپ خیابون پارک کنین؟ Wo rechts das Parken verboten ist. جایی که سمت راست پارک کردن ممنوع باشه. Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind. جاهایی که ریل Straßenbahn در سمت راست خیابون قرار گرفته باشه. In Einbahnstraßen. توی خیابون های یک طرفه. که گزینه 2 و 3 درستن. سوال شماره 12. Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Vor der entgegenkommenden Person durchfahren, weil diese wartepflichtig ist. قبل از شخصی که از مقابل ما میاد، یعنی این، بریم به خاطر اینکه این آدم، این شخص، این باید صبر کنه. Weiterfahren, weil mich beide Personen vorlassen müssen. به راه هم ادامه بدم به خاطر اینکه هر دوی این آدم ها باید اجازه بدن که من اول برم. به خاطر اینکه هر دوی این آدم ها باید اجازه بدن که من اول برم. Warten, weil beide Personen Vorrang haben. توقف کنم یا صبر کنم به خاطر اینکه هر دوی این آدما حق تقدم دارن که باید صبر کنیم. سوال شماره 13. Sie sind an einem Unfall beteiligt. شما توی یک تصادف دخیل هستید. Welches Dokument müssen Sie anderen Unfallbeteiligten auf Verlangen vorweisen? چه مدارکی رو اگر طرف مقابلتون از شما بخواد شما باید که بهش نشون بدین؟ Den Führerschein, گواهینامه, den Vertrag zur Haftpflichtversicherung, قرارداد بیمه ماشین, die Zulassungsbescheinigung Teil 1, oder die Betriebserlaubnis. Fahrzeugschein منظورشه یا اینکه اون اجازه کار. اگر که ماشینتون رو از طریق کاری استفاده میکنید. که جواب های درست هست گواهینامه و فاتزویگشاین.
Zolle schon Maria Chorda, Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab? شما توی خیابون کمربندی یه تصادف کردین. چجوری این مکان تصادف رو امن میکنید؟ Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge, zum Beispiel durch Handzeichen. من اخطار میدم اگر که لازم باشه به بقیه ماشین ها مثلا از طریق حرکت دست. Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in circa 100 Meter Entfernung vor der Unfallstelle auf. من این سه گوش اخطار که توی صندوق عقباتون هست. اون سه گوش و مثلث رو میذارم توی 100 متری قبل از اینکه به محل تصادف برسم. Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein. من فوراً چهار تا چراغ خطرم رو روشن میکنم که هر سه این موارد درست هستن. سوال شماره 15. Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss den roten PKW vorbeilassen. بعد اجازه بدم که این ماشین قرمز رنگ رد شه. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. من قبل از ماشین سبز رنگ به سمت چپ میپیچم. Ich lasse den grünen PKW durchfahren. من اجازه میدم که ماشین سبز رنگ اول بره. که خب اینجا همونطوری که گفتم قبلنم هیچ علامت یا تابلوی نیست در مورد اینکه حق تقدم با کیه. پس rechts vor links یعنی این قبل از ما اجازه داره بره. Ich lasse den grünen PKW durchfahren. اجازه میدیم اون بره و ما قبل از این اجازه داریم بریم. پس اینم درست نیست که بعد بذاریم اون بره. فقط گزینه سه درسته. سوال شماره 16. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? شما میخواین به سمت چپ بپیچین. چه کسی باید صبر کنه؟ Ich muss warten. من باید صبر کنم. Das blaue Fahrzeug muss warten. ماشین آبی رنگ که از اینجا داره میاد اون باید صبر کنه. که خب اگر که توی آینه رو نگاه کنین ما داریم از یک جاده‌ای که حالت دشت میاد، یعنی اصلا جاده نیست، از یه توی حالت دشت مانند ما داریم میایم، یعنی اینجا خیابون نیست و اینجا یک خیابون کمربندی یا لندشتراسه است. پس باید صبر کنیم ما. Ich muss warten. سوال شماره 17. Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss warten. من باید صبر کنم. Der gelbe PKW muss warten. ماشین زرد رنگ باید صبر کنه. که خب بازم اینم قبلا داشتیم ولی بازم دوباره میگم اگر که یادتون رفته، ما توی خیابون اصلی هستیم و این علامت که پررنگ‌تره نشون میده که خیابون اصلی به چه سمتی ادامه پیدا میکنه. پس معنیش اینه که این ماشین توی خیابون اصلیه و توی این خیابون اصلی میمونه. پس ما باید صبر کنیم. سوال شماره 18. Wer darf auf dieser Straße mit einem Kraftfahrzeug fahren? چه کسی اجازه داره که توی این خیابون با ماشین رانندگی کنه؟ Wer jemanden besuchen will, کسی که میخواد کسی رو ببینه، دیدن کنه، دیدار کنه ازش، مهمونی بره خونش. Wer etwas einkaufen will, کسی که میخواد خرید کنه. Wer Waren liefern muss, کسی که بار یا جنس میاره برای یه جایی. که اینجا نوشته این معنیش اینه که فوسگنگاتونه مثل توی مرکز شهر جاهایی که سنگ فرش هستن و فقط عابر پیاده رد میشه. لیفافکر فخای یعنی کسایی که جنس میارن میتونن وارد شن. سوال شماره 19. وی میسن سی زیش این دیزا فکر سیتواتیون فرهلتن؟ توی این موقعیت تردد چجوری باید رفتار کنید؟
Ich muss an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren. Mamboya pushte Ratedit beistam injo. Wa haratara domo be barriere bedam. Nur bei Querverkehr anhalten. Fahrrad agar maschine az in taraf rad mishe negah daram. Nicht anhalten, da keine Haltlinie vorhanden ist. Lazem nist tawaqquf konam bar in ke khat tawaqquf inja wujud nadare. Ke ma musallaman tablo ist, bayad beistim va vaqti khat tawaqquf wujud nadare in jelotar bayad biyem beistim. Sual shomare 20. Wie können Sie den Lärm verringern, der durch Ihr Kraftfahrzeug verursacht wird? Wie können Sie den Lärm verringern, der durch Ihr Kraftfahrzeug verursacht wird? Shoma chetori mitunin sedai ro kam konin ke az tariq mashinetun be vujud miad? Durch das Fahren mit niedriger Motordrehzahl, bo az tariq ranandegi kardan bo dur motor payin, durch das Entfernen des Luftfiltereinsatzes, از طریق خارج کردن فیلتر هوا، durch die Verwendung von Reifen mit geringem Rollgeräusch. از طریق استفاده از تایرهایی که صدای کمتری دارن. که گزینه یک و سه درستن. خب دوستان رسیدیم دوباره به قسمت B و 10 تا سال آخرمون. سال شماره یکش هست Hier bildet sich ein Stau. اینجا یک ترافیک داره درست میشه. Wie verhalten Sie sich richtig? شما رفتار درستتون چیه؟ So weit links wie möglich fahren. Um rechts Platz für eine Gasse zu machen. تا جایی که میشه دستم رو به سمت چپ بدم تا اینکه سمت راست اون راه خطر راه ضروری رو باز کنیم. So weit rechts wie möglich fahren. Um links Platz für eine Gasse zu machen. تا جایی که بشه سمت راست برم برای اینکه بتونیم سمت چپ یک راه اضطراری درست کنیم. Möglichst Warnblinklicht einschalten, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen. اگر که بشه چراغ‌های خطرم رو روشن کنم که به ماشین‌های پشتی اخطار بدم. که گزینه‌های 2 و 3 جواب‌های درستمونن. سوال شماره 2: Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen? چی باعث میشه که راننده‌های جوان تصادفاتی کنن که به اسم تصادفات دیسکویی معروفن دیسکو اونفله دی فاغا مرکن نیشت دستی کپلیش اشفت سند راننده این راننده ها متوجه نمیشن که بدنن خسته شدن دی فاغا مرکن نیشت دستی اوبامیدت سند متوجه نمیشن که خوابشون میاد دی فاغا مرکن نیشت دستی فا اونتاوگلیش سند این راننده ها متوجه نمیشن که قابلیت رانندگی رو ندارن تو اون وضعیت که گزینه های 1, 2 و 3 هر 3 درست هستن. سوال شماره 3: Warum kann das Fahren unter Zeitdruck gefährlich sein? چرا رانندگی تحت وقتی که تحت فشار زمان هستیم خطرناکه؟ Weil bei Fahrten unter Zeitdruck häufig defensiv gefahren wird, به خاطر اینکه موقع رانندگی زمانی که وقت نداریم معمولا دفنسیو گفتم حالت دفاعی داره یعنی اینکه با گذشت رانندگی میکنیم häufig zu schnell gefahren wird, اینکه اغلب سریع رانندگی میکنیم Gefahren unterschätzt werden. خطرها نادیده گرفته میشن یا مهم گرفته نمیشن که گزینه 2 و 3 درست هستن. سوال شماره 4: Sie überholen auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge. شما توی اتوبان از ماشین های مختلفی سبقت میگیرین.
Hinter ihnen naht ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Blinker und Lichthupe. Poste shoma ye mashin bo rohnamoye roshan shode ast ke dare ham baratun cherag mizane. Wie verhalten Sie sich? Raftor shoma chetorie. Ich fordere den Nachfolgenden durch kurzes Bremsen auf, mehr Abstand einzuhalten. Man be maschine poshtim az tariqe in ke kutah tormoz mikonam neshun midam ke bayad فاصلش رو با من رعایت کنه. Ich fordere den Nachfolgenden durch Einschalten des Warnblinklichts auf mehr Abstand zu halten. Mehr Abstand einzuhalten. من از طریق روشن کردن چراغ‌های خطر ازش میخوام که فاصله رو با من نگه داره. Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann. من راهمو ادامه میدم تا وقتی که بتونم سمت راست دوباره وارد خط سمت راست بشم که گزینه درستمون گزینه 3 هست. سوال شماره 5. Sie fahren außerorts auf einer Straße mit 3 markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. شما در خارج از شهر توی یه خیابونی حرکت میکنین که برای هر مسیری 3 تا خط داره. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne langsamere Fahrzeuge. توی خط سمت راست در فاصله های بزرگ در فاصله های زیاد تک و توک ماشین های آروم رانندگی میکنن. Welche Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren? چه خطی رو شما اجازه دارین تمام مدت ازش استفاده کنین؟ Den mittleren, خط وسط, den linken, خط سمت چپ. که در همچین حالتی خط وسط رو میتونیم استفاده کنیم. سوال شماره 6. Beide PKWs wollen hier parken. Wer hat Vorrang? هر دو ماشینا میخوان اینجا پارک کنن. حق تقدم با کیه؟ Der rote PKW, ماشین قرمز. Der weiße PKW, Maschine Sefid. Ke haq taqaddum ba un yeki avval umade, Maschine qirmez rang. Soal shomare 7. Während einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zurgurt gerissen ist. Was tun Sie? موقعی استراحت متوجه میشین که یکی از کمربندایی که بارتون رو باهاش بسته بودین پاره شده. شما چی کار میکنین؟ Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist. برای هم ادامه میدم اگر که از طریق بقیه بارهایی که امن شدن یا بسته شدن این بار هم تکون نمیخوره. Fahrt fortsetzen, sobald der Zurgurt ausgetauscht ist. برای هم ادامه بدم هر وقت که این کمربند یا چی میگن بهش تا این بند عوض نشده راه هم ادامه میدم وقتی که این بند عوض شد Fahrt fortsetzen, weil die Ladung beim Verrutschen durch die Bordwände aufgefangen wird. برای هم ادامه میدم به خاطر اینکه این بار از طریق اگر که سر بخوره دیواره های ماشین اونو میگیرن که جواب های درست ما هستن گزینه 1 و گزینه 2. سوال شماره 8. Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie eine so gekennzeichnete Straße nicht befahren? با چه ماشینی اجازه ندارین توی همچین خیابونی برین که این تابلو سرشه؟ PKW mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 Meter. یه ماشین که یه انهنگار بهشه و طولش 11 متره. LKW mit einer Länge von 9 Meter einschließlich Ladung. Kamionی که طولش 9 متر باشه و با بارش با هم دیگه طولش نهایتا 9 متر باشه.
Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 Meter. Traktor با Anhänger, که طول کلیشون 12 متره. اوکی. فقط با 9 میتونیم بریم، پس اونایی که بزرگتر از 10 مترن نمیتونن برن. گزینه 1 و 3. سوال شماره 9. این ایرم PKW فلتت دست لنکرد ویغن دفت. توی ماشین شما فرمونتون موقع رانندگی میلرزه. واقعا کندس لیگن. به خاطر چی میتونه باشه؟ غیده هم اون وقت. اون وقت وقتی گفته میشه که چرخ ها به لرزش در میان به خاطر یه مشکلی که دارن. فیدرونگ از شاد هفت. فنرش مشکل داره. Stoßdämpfer sind defekt. دمپرها خراب هستن. که هر سه این موارد میتونن باشن. سوال شماره 10. Wobei kann sie eine Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat unterstützen? چه موقعی میتونه این سیستم تمپومات که سرعت رو نگه میداره چطوری میتونه به شما کمک کنه؟ beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwindigkeit، اینی که سرعت رو یکسان نگه داره، beim Einhalten des Mindestabstands zum vorausfahrenden Fahrzeug، با اینی که فاصله رو با ماشین جلویی نگه داره، bei einer energiesparenden Fahrweise، از طریق اینکه رانندگیمون کم مصرف تر باشه، که جواب های درست گزینه 1 و 3 هستن. خب دوستان، بوگن شماره 23 مون هم به پایان رسید. تا بوگن شماره بعد.